در یک روایت دیگه کلمات اضافه تر از این هم آمده و خصوصا در نمازهایی که ما به صورت نفلی میخوایم خیلی خوب است که اینا رو به صورت کامل تر بخونیم یعنی در نماز های فرض میتونیم که تا همین جا هم بخونیم که ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا فی و امام لازم سرش که تا این حد رعایت بکنه در مورد چگونگی خواندن نماز و اینکه نماز ها ها امام در نماز حالت مقتدی ها را مد بگیره ایره رو در روز قبلی هم گفتیم اما معنای گپی نیست که بعضی ها بعضی از امامات که بیخی عجله دارن در, نماز او به او ترتیب نیست و نمونیش بر شما گفتیم مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین نماز را میخوان که حالت مقتدی ها را در نمازهای فرض رعایت میکند با وجود از این نمازی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز شام میخوان غالبا نماز قدر طولانی میشد مثل که ما شما فعلا نمازهای صبح را میخونیم این نمازهای صبح غالبا قرائت طولانی تره داره ولی بیشتر مردم در نمازهای صبح اوایل سوره های اوایل جزء سیوم را میخوانند در حالی که رسول الله صلی علیه و اینا را در نماز شام میخوانند پس امی که در بین مردم ما شده که نماز باید کوتاه باشه این مفهوم خطا گرفتن به حد کوتاه میخوانن که دیگه اصلا کیفیت نماز کاملا از بین رفته در حالی که اینطور نباید بوده باشه و همین از کار درست است اگر یک نفری سجدی بسیار طولانی در نماز جماعت نمیکنه اما حد اقل به با اندازه باید این سجدیش طولانی باشه که این از کار درست ادا کرده شود یا مثلا هنگام ایستاده شدن از روکو باید حد اقل به همون اندازه باشه که امی ذکر گفته شود که ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اما قدر خو امام در نمازهای جماعت هم باید رعایت شود و اگر کمی باس حالت مقتدی ها را دیده اگر اگر که طولانی تر از او بخوانن این ادامه دعا را همیشه در نماز فرض بخوانیم اگر در نماز فرض نخواد در نماز های سنت خوبی باید به طریق اولا خوانده شوه ادامه ای دعا به این شکل است که مل از سماوات و مل ار ارض و ما بینهما پروردگار را امی حمد و سنا و صفت مستحق به توس به اندازه پوری پوری همه آسمان ها و زمین و الان که در میان از این ها هست یعنی این الفاظ به خاطر چی گفته میشه به دلیل از ای که با بیان این کلمات عجز بنده در سنا و صفت الله هم درک میشه یعنی همیشه این نکته را گفتیم که انسان ها هر قدر که الله را درست عبادت بکنن هر قدر که تلاش بکنن که بیشتر حمد و ثنا و صفت الله را بگن عظمت الله را یاد بکنن باز هم توانایی از این ندارن که الله را به او اندازی که مستحق جلال و عظمت و ثنا و صفت و مدح و توصیف از او را یاد بکنن به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی از کلمات را میاره که در ذهن انسانی به بزرگی و عظمت دلالت بکنه یعنی در کنار از اینکه حمدن کثیرا طیبا فی هست در کنار تو تعابیری آمده که دلالت به بزرگی و عظمت بکنه خصوصا بر اساس ذهن و فهمی که بشر داره به نظر ما شما انسان ها زمین و آسمان ها و چیزهایی که در میان از اونها خیلی زیاد هست پس امی از بزرگی از اینها را تمثیل میکنیم در ای که الله تبارک و تعالی مستحق حمد و ثنا هست به اندازه امی به اندازه این امی مخلوقاتی که ما میدانیم مل از سماوات حمد و ثنا و صفات مستحق الله هست به اندازه پوری آسمان ها و مل الارض و به اندازه پوری زمین و ما بینهما و آنچه که در میان از آنها هست و مل و مل اماشت من شیء بعد و پروردگار را تو مستحق سزا و حمد و ثنا و صفت و توصیفی به اندازه پوری که تو خودت بدانی یعنی اینجا باز به صورت هام ذکر میشه تا ای که انسان نمیتونه حتی در قالب الفاظ هم چیزهایی را پیدا بکنه که با بیان از اونها عظمت و جلال الله و هم در توصیف الله تبارک و تعالی که اما قدر که مستحقش است او را بر الله تبارک و تعالی بگه بعد از او باز میگه اهل ثناء و المجد تو مستحق ثنا و توصیف و مد و عظمت مجد و معنای عظمت و جلال را میگه احق ما قال العبد پروردگار تو مستحق او چیزهایی هستی که بنده بر تو گفتن میشه اما روحی یار همیشه تکرار کرده بودیم در نماز و در اذکار و دعاها دو بود داره بودی که الله به عظمت یاد میشه و بود دیگه که بنده خود را ذلیل و کوچک میسازه ذلت و کوچک بنده مفهوم اصلی عبادت است و در هر بخشی از نمازی تکرار میشه در اینجا هم الله تبارک و تعالی بر پیامبر الله علیه و سلام تعلیم داده که امی گپره اهل الثناء و المجد پروردگار تو ذاتی هستی که مستحق ثنا و عظمت و کبریایی و جلالی و باز اینجا کوچکی و عجز و ناتوانی و خردی بنده را هم یادآوری میکنه احق ما قال العبد تو مستحق هستی به او چیزی که بنده تو به تو میگه اگر دقت کرده باشین در آیات قرآن کریم در خیلی از جاهای رسول الله صلی الله علیه و سلام در بزرگترین موقعیتی که الله تبارک و تعالی برایش یک احسان ویژه هم کرده باز هم او را با لفظ عبودیت یاد کرده مثلا سفر اسرا و معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نعمت ویژی بود که الله تبارک و تعالی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم داد در امین هم وقتی الله متعال پیامبر صلی الله علیه و سلم را یاد میکنه با لفظ عبد یاد میکنه سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وعبوديه بنده بأ الله يعني وقت اك مخلوق إنساني الله الله ميكنه ميكونة عبوديه كه الله ميكنه شأن خودش رو بالا ميبر بر خلاف كه اگر مخلوق الله اگر عبوديت بکنه ايره بسیار ذليل و کوچک و حقير اما بندگی انسان برای الله انسان را آزاد می سازه و انسان را بزرگی می بخشه و جلال و عظمت می بخشه یک مفهومی که خیلی ها ای را سرچپه درک میکنن. بعضی از انسان ها را دیده باشین از بندگی الله تکبر میکنن کنن اما به بندگی انسان ها افتخار میکنن و همه کسانی که خلاف شریعت الهی عمل میکنن حتما در یک بندگی گیرن حتی امونایی که ادعا میکنن اصلا دین را قبول ندارن اصلا به الله متقید نیستن حتما باز هم به با یک شکل از اشکال در گره و بندگی دیگه موجود خود دخیل میکنن شما ببینید مثلا ملحدین کسانی که اصلا این کار وجود الله را میکنه که منوسا و دیگرها او طرف این کار وجود الله را میکنه باز و با کسی که دعوت دعوای پیروی از او را داره او را به اندازه خدا عظمت میتوه و بزرگی میتوه میتوه پیش از او خدا چی میکنه حقیر میدانه شما ببینید انم یاله کمونسا وقتی نام لیلی نبی گیرین برش یک،, یک چیز بسیار بزرگ و عظیم در ذهن شد در حقیقت خدا بندی یک موجود ضعیف و ناتوان مثل خود و یا از خود که حقیر تر ساختن و ای را برای خود افتخار میکنه اما امینا را وقتی تو به بندگی الله دعوت میکنی باز غرور و نفس و تکبر در قلبشان جا میگیره او ما بارم سجده بکنم یعنی ای را بر خود ذلت میدانه بندگی الله را بر خود ذلت میدانه بندگی مخلوق خو، مثل خودش را برای خود عظمت میدانه در حالی که بر بنده مؤمن و بر بنده ای که فکر سالم داره بندگی الله عزت مندی است و خاطر او مقولی مشهور شما از زبان صحابه که نقل شده شنیدین که اسلام دینی است که انسان را از بندگی بنده به بندگی الله میکشانه و او روایت را شما شنیده باشین که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان خودش پادشاهان قدرتمند زمانش را به اسلام دعوت کرد یکی از اونها امپراتوری فارس بود امپراتوری فارس آدم بسیار متکبری بود و دعوای خدایی داشت بعد از اینکه نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ازی رسید این عمر که خان گفت او این بنده من مرا آمده دعوت میکنه به ای که من باید از او اطاعت بکنم و چون به نظرش پیامبر صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها خیر کوچک و حقیر می آمد گفت که ضرورت نیست که من برم لشکرکشی بکنم دو نفر را گفت گفت شما برین این نفر را پیش من بیارین دو نفر را روان کرد که شما برین این نفر را پیش من بیارین که این تو میآید مرا با اطاعت از خود دعوت میکنه او ای یک القاب بسیار بزرگی داره شما اگر تاریخ ایران را خوانده نه فهم خدای روشنایی و تاریکی و خدای زمین نمیده قمل بسیار است چهار خطه القاب از این میشد حالا ببینین این ای بنده خودش بنده هست و بنده ای که به تعبیر علما اگر یک چند لحظه نتونه ناپاکی های وجود خود را از خود دور بکنه خلاص کارش خراب میشه امی بنده در مقابل الله همه قدر مغرورانه و متکبرانه رفتار میکنه و کسانی که به اصطلاح پیروان از این منها هم هستن ایده بر خود عزت میدنن در حالی که اوج ذلت همیست به امی خاطر زمانی که در دوران عمر ابن خطاب رضی الله عنه مسلمان ها در مقابل اساکر امپراتوری فارس قرار می گیرن در اینجا قماندان جنگی امپراتوری فارس رستم هست او میگه به با یک بار ببینیم کمی مسلمان ها چی میخواین پیامشان چیز چرا می جنگن کدام هدف خاص دارن در دا اونجا کسی به نام ربی ابن عامر از طرف مسلمان ها می آیا و چقدر زیبا امی حالت اینها را تعبیر میکنه میگه شما چرا میجنگین جنگین رستم برش میگه او میگه ما را الله متعال مبعوث کرده ما بر اساس ذهنیت ها و تفکر و برداشت خود حرکت نمیکنیم پیام ما پیام بشری نیست پیام است که از جانب خالق آمده ما به عنوان یک مأمور اجرای وظیفه میکنیم ما را الله مبعوث کرده که چی بکنیم تا بنده ها را از بندگی بنده به بندگی الله بکشانیم یعنی برای خود از اینها میخواد تفهیم بکنه که هدف اصلی از پیامی که الله متعال توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده دعوت کردن به عبودیت بنده نیست رسول الله نیامده که مردم را به بندگی خود دعوت بکنه امو رقمی که شما بندگی پادشاهان خودتان را میکنین امو رقمی که شما تعظیم و بزرگداشت بزرگانتان را میکنین پیامبر به این خاطر نیامده بلکه پیامبر آمده تا دیگران را مثل خودش بنده الله بگردانه او اللهی که ذاتا عظمت و کبریایی و جلالش مستحقش است که انسان امور عبادت بکنه و این زیبنده ای انسان هست و همین خاطر رو میگه ما را الله مبعوث کرده تا بنده ها یعنی شما انسان هایی که آل با ما می جنگین و خاطر ای پیام ما ما آمدیم شما را از بندگی نجات بدیم از اسارت بنده های مثل خودتان نجات بدیم به بندگی چی کسی نه به بندگی خود نه بندگی پیامبر نه به بندگی بزرگ کسی به بندگی الله که عبادت از او آزادی واقعی است چون انسان با عبادت الله از همه قیدبندهای دیگه آزاد میشه و با باز میگم ما اومدیم شما را از جور ادیان به عدل اسلام بکشانیم امی ظلم و تجاوز و تعدی که بشریت به شریت با او مواجه هست ما آمدیم که این ظلم را از بشریت دور بکنیم با او برنامه عادلانی که خود ما نساختیم چون انسان ها هر قدر تلاش بکنن برنامه عادلانه بسازن باز هم نمیتونن مگر برنامه‌ای که الله عادل مطلق نازل کرده باشه او برنامهش واقعا عادلانه هست ما آمدیم شما را از ظلم به طرف عدالت بکشانیم و آمدیم انسان‌ها را از از تنگنای دنیا به فراخنای آخرت ببریم شما هر قدر برنامه های وقف بکنید محدودی زندگی دنیا منحصرین ما آمدیم شما را ب... تون را و عمرتان را و سعادتتان را دائمی و همیشگی و جاودانه بگردانیم ایمان به قیامت و باورهایی که ما در روز قیامت داریم و نعمت هایی که الله در روز قیامت آماده کرده ما برای شما یک برنامه را میگه اگر ما را قبول بکنید مثل ما این ما باز دیگه اینجا بادار و بادار رو رو بودن نیست شما هم مثل ما میشین در یک سطح در مقابل الله خود تعظیم میکنیم باز میگه اگر این را قبول نکنید قسم به الله از با اوت انسان های با شما بجنگیم که اما قدر که شما زندگی را دوست دارین اینها در مسیر اینمی هدف مقدس خود مرگ را دوست دارد یا ایر انتخاب میکنین یا هم با ایتو تو انسان های مواجه میشین رستم میگه که بارین شما کتی نیرو و امکانات چیزی کردن نمیتونید هنگامی که جنگ بینشان صورت میگیره همیشه مسلمان ها با وجوده که از لحاظ امکانات خیلی کمن از لحاظ توانایی های جنگی خیلی کم اند تمرینات نظامی شان خیلی کم است وسایلشون خیلی کم است اما در هر جنگ پیروز میشه خلاصای بر از اینها خیلی جای جا جا سوال به وجود میاد که چرا اینا این رقم و ما شکست میخوریم قماندانان خود رستم جمع میکنه میگه تعدادتون کم است میگه نه زیادیم امکانات ندارین میگه نه امکانات داریم چی شده شما رو وسایل ندارین پس چرا شکست میخورین قمانداناش یک نکته جالب میگن میگن ما با مردمای مواجه هستیم که هر کدامشان کوشش میکنه اولین نفری باشه که در جنگ میمیره در حالی که ما کوشش میکنیم آخرین نفری هستیم که آخرین نفری باید باشیم که دی جنگ میبریم میگه با این رقم موجودات جنگ کردن خیلی سخت است پس هدف اصلی ما است که برنامه که اسلام داره چیست؟ برنامه که اسلام برای بشریت داره امیست که انسانها را به طرف عظمت و بزرگی و جلال الله تبارک و تعالی میبره و امی مفهوم در هر عبادتی به صورت بسیار زیبایی وجود داره و در نماز از هر چیز دیگه که به بزیب... زیباترش وجود داره شما دقت بکنین که در اینجا انسان پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر کلمات زیبایی را انتخاب کرده که در هر کلمیش بزرگی الله و جلال الله و عظمت الله و سنا و صفات الله ذکر میشه و در کنار ازی کوچکی و حقارت بنده ذکر میشه هر قدر که انسان در ذهنش عظمت الله جا بگیره و خودش کوچک شوه خشوعش در مقابل الله بیشتر میشه شکستگیش بیشتر میشه و قلبش بیشتر متعلق به الله قرار میگیره به همین خاطر در... الله تبارک و تعالی در همین جا ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمر تعليم داتا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد پروردگارا تو اهل ثناء وعظمت وبزرگي وسي ومستحق چيزي سي کہ بنديت بتو ميگه لك العبد اینجا عموم مفهوم هست و کل همه ما بنده های تو هستیم از ملائکه شروع تا کوچکترین انسان پیامبر ولی هر کسی و کل الکلات همه بندگی تو را میکنیم و این بندگی تو برای ما عزت و افتخار هست باز ادامه از او امی که الله تبارک و تعالی در همه هستی و از جمله در, در, در زندگی و حیات ما انسان های کوچک هم کل اختیار با دست دوست ای را که اللهم لا مانع لما آتید پروردگار هیچ مانعی نیست به آنچه که تو عطا میکنی ولا معطی لما منعت و هیچ منع نیست از آنچه که و هیچ منع نیست هیچ دهندی نیست از که تو مرش منع می‌کنی یعنی هیچ کس چیزی که تو ببخشی منع کرده نمیتونه اگر تو نبخشی او باز داده نمیتونه ولا ذا الجد منك الجد هیچ کسی را هیچ چیز هیچ جلال و عظمت و بزرگی هیچ کسی در هیچ حالت برایش نفرسانده نمیتونه نه در دنیا و نه در آخرت و بیشتر این مفهوم مفهوم اخروی را بیشتر در ذهن انسانی تمثیل میکنه به دلیل انسان ها به خاطر عوامل مختلفی در دنیا از عظمت الله بیشتر غافل میشن هر انسان یک انسان قدرتمندتر از خودش را کرا کلانتر میبینه دیده باشند به می خاطر در مقابل کلان ها یک نو چاپلوسی در بین انسان ها معمول است یک نفر کلانتر را میبینه باز خود بسیار خمچم میکنه و در اینجا الله تبارک و تعالی این برای بر انسان میگه که وقتی الله چیز را بر انسان اراده بکنه که برسه هیچ کس دیگه او را مانع شده نمیتونه وقتی الله تبارک و تعالی اراده بکنه که خیر بر انسان نرسه دیگه هیچ مخلوقی او را بر انسان رسانده نمیتونه و اما مفهوم و حدیثی که از طریق عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ما نقل است که گپ خیلی زیبا تمثیل میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم که اگر همه مردم جمع شون بر تو خیر برسونن که الله او خیر را برات نوشته نکرده باشه او را برات نمیتونه و اگر همه بشریت جمع شوه که برات شر برسونه که الله او را بر تو اراده نکرده باشه او را برات رسانده نمیتونن امی مفهوم در ذهن انسان در نماز در هر قسمتی از نماز دوباره تکرار میشه که ولا ينفع ذل الجد منك الجد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذل الجد منك الجد پس کلی اینمی دعا رسول الله صلی الله علیه و سلام در هنگام ایستاده شدن از رکوع میگفت شما دقت بکنید در هنگام بلند شدن از رکوع وقتی انسان امی کلمه را بگه که سمع الله لمن حمده مفهوم عظمت و بزرگی الله و صفات الله که الله شنوای اعمال ما هست و آگاه بر اعمال ما هست و همه امور قلبی و باطنی و ظاهری ما را میدونه یاداوری میشه بعد از انسان ربوبود... ربوبیت الله را یاداوری میکنه که ربنا بعد از باز الله بارک و تعالی رحمك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من الاسماوات و من الارض و ما بينهما و من الاشياء من شيء بعد اخلصناي و المجد حق ما قال العبد كن لك العبد اللهم لا مانع لما ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اینمی اینمی را کلش در هنگامی ایستاده شدن از رکوع بعد به هنگامی که کاملا اعضای وجودش را و در اینجا یک مورد بسیار زیبای دیگه هم هست اما مفهومی که در سوری مبارکه هم تکرار شده که اول انسان از الله تبارک و تعالی عظمت و جلال الله را یاد بکنه بعد از او از الله مطالبه بکنه این روش دعا کردن است وقتی شما از الله تبارک و تعالی چیزی را مطالبه میکنین به امی شیوه و به امی شکل باید از الله تبارک و تعالی مطالبه بکنین که اول عظمت الله را یاد بکنین بزرگی الله را یاد. بکنین و او صفات را یاد بکنین که الله تبارک و تعالی بر اساس رحمت و عطوفتی که داره در حق بنده هایش اون نعمت ها و او بزرگی و عظمت را بد نظر داره